بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز، خوش آمدین به فصل سوم قسمت دوم. در قسمت اول ستون یا کالم های برای جدول به تشریح گرفتیم که هر کدام از خانه های عمودی ستون ها را به نام یک کالم یاد میکنه. هر ستون خصوصیت و مقدار جدول مشخص میکنه، یک ویژگی به یک صفت به جدول میتونه باشه و هر ستون در برگیرنده یک صفت و یک ویژگی برای جدول میباشد. یک سطر مجموعه از تمامی ستون ها میتونه باشد. اگر معلومات راجع به محصل میتونیم ذخیره کنیم. یک سطر ما به معنایی که یک سل از آیدیش، یک سل از نامش، یک سل از نام پدرش، یک مجموعه مکملش به نام یک سطر یاد میکنند. خب، ستون ها انواع خاصی داره که سیمپل اتریبیوت، اتریبیوت هایی که هست یا کالم هایی که هست که ولی ها یا قیمت های ساده یا سیمپل میتونه در خود ذخیره کنه. اما کمپوزیت اتریبیوت، اتریبیوت هایی هست که متشکل از کالم ها یا اتریبیوت های دیگه میتونه باشه. مثلا اگر مشخصه ادرس را ذکر کنیم، ادرس ما متشکل از ولایت، مثلا ناحیه، کوچه، سرک، خانه نمبر، متشکل از چند مشخصه دیگه میتونه شود. اقسم ستون ها یا اقسم اتریبیوت ها را به نام کمپوزیت اتریبیوت یاد میکنه. یک مثال دیگر از کمپوزیت اتریبیوت، نام را میتونیم یادآوری کنیم. نام ما متشکل از نام، تخلص، اگر در انگلیسی باشه فرست نیم، لاست نیم، میدل نیم، سر نیم، چندین مشخصه دیگه میتونه از او گرفته شده باشه و که اقسم جدول، اقسم کالم ها را به نام کمپوزیت اتریبیوت یاد میکنه. قسم دیگری از اتریبیوت ها به نام سینگل والید اتریبیوت هستن. اتریبیوت هایی که فقط میتونه یک ولیو بگیره، یک ولیو ذخیره کنه و یک ولیو را اجازه بده که ذخیره شوه، به نام سینگل والیو اتریبیوت یاد میشه. اما برخلاف از او، قسم دیگر از اتریبیوت ها هست که به نام ملتی والید اتریبیوت هست که چندین قیمت را میتونه ذخیره کنه. مثلا اگر بخواین یک کالم به نام اکسپیرینس داشته باشین، یک فرد میتونه در چندین جاهای مختلف کار کرده باشه و اکسپیرینس ها یا تجربه های مختلف داشته باشه. یا ستون به نام سفرهای خارجی اگر داشته باشیم، یعنی هر میتونه یک سفر داشته باشه، هیچ سفر نداشته باشه و یا اینکه چندین سفر داشته باشه، به اقسم ستون ها ما ملتی والید اتریبیوت میگیم. اما کمپوزیت اتریبیوت، ملتی والید اتریبیوت دیگه یک سلسله مشکلات را داره. مشکلات ریدندنسی را به وجود میاره که در بخش نارمالایزیشن یا ساده سازی از این جلوگیری میشه و اگر وجود هم داشته باشه ساده سازی میشه و به جدول کوچک و کوچکتر تقسیم میشه. نوع دیگری از کالم یا ستون دیرایوت اتریبیوت است. دیرایوت اتریبیوت به چی مانا؟ اتریبیوت هایی که یا کالم هایی که ما به او قیمت وارد نمی کنیم. قیمت از این مشتق میشه از ستون دیگری که، مثلا اگر ستون تاریخ تولد داشته باشیم، بخواییم عمر ما را، معلومات راجع به عمر ما پیدا کنیم، تاریخ تولد هم از سال فعلی که از کمپیوتر گرفته میشه، از یکی دیگه تفریق شده تاریخ تولد هم میتونه پیدا شده و یایی که تجربه کاری ما کدام سال فارغ شدیم، کدام سال استخدام شدیم در وظیفه و حال کدام سال است. از این که از سال فعلی سال استخدام تفریق کنیم، میشه تجربه کاری ما پیدا کنیم. این را به نام دیرایوت اتریبیوت یاد میکنن. خب، در این شکل کالم ها هر کدام، هر ستون و یا هر مجموعه سل های به شکل عمودی که است به نام یک کالم یاد میگنه و رو به شکل افقی و یک سطر افقی
شده. اما کالم یا ستون چیست؟ این پروداکت آیدیش خودش یک ستون به خود جدول پروداکت ما هست. پروداکت کد ما یک ستون به خود جدول پروداکت ما میتونه باشه، و یا اینکه نام ما یک ستون، یک کالم و یا یک ویژگی، یک صفت به خود جدول پروداکت ماست. کوانتیتی ما دیگر جدول یا ستون، و پرایس ما بالاخره ستون یا جدول دیگری. خب در دیتابیس سیستم یا در دیتابیس در استیج یا مراحل مختلف اصطلاحات مختلف استفاده میشه که اکثرا اونا چیز مترادف یکی دیگه هستن، یعنی داره یک معنا میتن. اگر ما بعض حالات تیبل گفتیم معنای ما همون جدول است، و یکی فایل گفتیم همون معنا را میتن، و یکی در بخش طراحی مفهومی اگر ریلیشن گفتیم ریلیشن ما به نام اون منظور ما است تیبل است، یک رابطه است، یک تیبل است. بعضی اوقات رو و یا یکی ریکارد و یا یکی توپل استفاده میکنیم، هر سهش به یک معنا است. اگر در دیتابیس حقیقی باشه رو میگیم، اگر در سطح لاجیکال دیزاین باشه میتونیم از ریکارد یک توپل بگیم. همچنان کالم کسته در دیتابیس در فیزیکال دیزاین کسته کالم میگیم، اما فیلد میگیم، اما در لاجیکال دیزاین باز به او یک اتریبیوت میگیم یا یک مشخصه، یک ویژگی میگیم. خب ستون ها رو ما داریم به خاطر محدودیت کردن اطلاعات که استفاده کننده یا یک کاربر نتانه که هر رقم اطلاعات مورد هر رقم اطلاعاتی که خواسته باشه قصدن و یا یکی سهمن وارد دیتابیس ما نکنه، ما نویت به او اطلاعات ذخیره میکنیم، باعث جلوگیری از خود از زیای حافظه میشه، یعنی حافظه ما زیاد مصرف نمیشه و اطلاعات منظم، اطلاعات مربوط در سلهای مربوطه ذخیره میشه. خب این دیتا تایپ ها چیست؟ در دیتابیس تعریف کردن صحیح ستون ها در یک جدول برای هر ستون در یک جدول دیتابیس باید یک نام و یک نوعیت یا دیتا تایپ داشته باشه. باید گفتیم دیگه مشخص کنیم که حتی نامش هم باید مشخص کنیم که این ستون نامش چیست، ویژگی نامش چیست، و نوعیت اطلاعاتی که قرار است بعد از تکمیل دیزاین از او، تکمیل فیزیکال دیزاین از او ما قیمت وارد جدول ما کنیم، نوعیت از او چی خواهد بود، این ما باید پیش بینی کنیم و باید او را مشخص کنیم که بنام نوعیت یا دیتا تایپ یاد میشه. توسعه دهندگان دیتابیس در هنگام ساختن جدول باید تصمیم میگیرند که چه نوع از اطلاعات در هر ستون جدول قرار است ذخیره شود. این تصمیم را باید بگیرند، این پیش بینی را باید کرده بتوانند. به طور مثال اگر در جدول محصلین یک ستون به نام نیم داشته باشیم، من میتونم حدس بزنم که نام باید از کرکتر یا استرینگ استفاده شود، و میتونم حدس بزنم به صفت یک دیتابیس دیزاینر که یک نامی که بیشترین طول لنت یا طول را داره از چند حرف میتونه تشکیل شده باشه. نظر به این خود کانسپت یا لاجیکی که خود دیتابیس دیزاینر میتونه داشته باشه، دیتا تایپ ها را برای هر ستون تعریف میکنه. نوعیت اطلاعات یک رهنما برای دیتابیس محسوب می شود تا بفهمد که چه نوع از اطلاعات در هر ستون می تواند جای بگیرد، و نیز تشخیص می دهد که چه گونه دیتابیس با اطلاعات ذخیره شده تعامل داشته باشد. وظیفه از خود دیتابیس انجین است که باز نظر به نوعیت اطلاعاتی که خودت تعیین کردی قبل با اطلاعات در تعامل باشه، اطلاعاتی که مطابقت با همو داشته باشه اجازه ذخیره را بده، و در صورتی که مطابقت نداشته باشه اجازه ذخیره شدن او قسم اطلاعات را ندهد. خب نوعیت اطلاعات در لسان SQL Data Types، نظر به RDBMS، نظر به محیط های مختلف دیتا تایپ ها میتونه انواع مختلف داشته باشه. مثلا اگر در مایکروسافت اکسس ببینیم دیتا تایپ ها محدود است، اما هر چقدر RDBMS ویژگی و صفات قابلیت هاش بالا شده میره، دیتا تایپ ها زیاد و زیادتر شده میره. خب نوعیت اطلاعات را و هر کدامش چی سب کتگوری های زیر شاخه های با خود داره هر کدام را میخوانیم و دانه دانه تشریح میکنیم. قسمت اولش است نمریک، او دیتا تایپ هایی که نوعیتی که اطلاعات را از نوع عدد یا نمبر میتونه در خود ذخیره کنه،
که بیت است تین اینت است سمال اینت است اینت است بیگ اینت دیسیمال نمریک فلوت ریال اینا دیتا تایپ هستن که باز انشالله در هر زیر مجموعه یا کتگوری می خوانیم. نویت از اطلاعات دیگری است که دیت تایم است یا تاریخ زمان است. میتونه صرف در روز ما تاریخ زمان را با مفارمت خاص خودش ذخیره کنیم. غیر تاریخ زمان اطلاعات دیگری را نمیتونیم باز در روز ذخیره کنیم. نویت سیومش که است که کرکتر سترنگ است یا کرکتر و یا یکی رشته یا سترنگ مجموعه از کرکتر ها رو میتونیم بخواییم اگر بخواییم ذخیره کنیم از کدام دیتا تایپ. استفاده کنیم ها و به عوض ورچوال ماکس این ورچوال ماکس و به عوض تکست و این تکست استفاده کنیم و در جریان جدول جور کردن ما دیتا تایپ ها را ذکر کنیم. در قسمتی که ما نام ستون را مشخص کنیم در پالیش نویتش هم حتمی و حتمی است که باید انتخاب کنیم. فرض مثال به کستمر آیدی اینجا دیتا تایپ اتو نمبر گرفته. اتو نمبر خودش دیتا تایپ نمبر است. نمبر آف چلدرن باید دو نوشته نکنه تو تی دبلی او باید نوشته